قضایای بعد از کربلا قضایایی بود که کربلا به گردش نمیرسید قضایایی بود که به گردش نمیرسید و همه رو امام حسین میدانه نمیدانه از من و کسانی که در اون معرکه و در اون منظر بودن بهتر میدانه میدانه که اگر کشته بشه چه خواهد شد میدانه خواهرش چه خواهد شد میداند که زنهای او چه خواهد شد همه رو میدانه تقدیر خدا اینه اراده خدا اینه تمام خدایان اینی که اراده خدا تمامه یعنی چی؟ رفقا یعنی من نسبت به این عوامر گفتم چشم نه اینکه یه قضیه است که دلش میخواد نه عزیزم من در تک تک اینها عوامر واقعی یه تکوینی یه بوده هم تکوین تشریع و بعد به مقتضای تشریع تکوین اون اثری که برش مترتبه و هر کدام را امام حسین میخواست میتونست جلوشو بگیره حضرت علی اکبر رو بگیره حضرت اول رو بگیره حضرت علی اصغر رو بگیره همه اینها رو جلوش بگیره و همونجا وای میستاد بسیار خوب پرونده آمد تا اینجا دیگه از اینجا بالاتر نمیره ولی امام حسین چیکار کرد پرونده رو چسبوند به ذات خدا هیچ چیزی را در مادون ذات نگه نداشت که در اون مرتبه وایسه بعضی از این افراد هستن واقع از جانشون میگذرن از فرزندشون هم میگذرن ولی از غیرتشون نمیگذرن از ناموسشون امام حسین از اونم گذشت از اونم گذشت از همه چی گذشت از همه چی یعنی چی گو خدا یا من فیه بنده هستم حالا هر کاری دلت میخواد دیگه بکن خلاص راحت دستشم اینجوری تکون داد خلاص هر کاری میخواد دیگه بکن هیچی نذاشت و اندازه سر سوزنی از تعلقات نذاشت